به نام خدا سلام من مسعود دهنوی هستم با آموزش اقتصاد کلانسه در خدمت شما هستم به عنوان مقدمه لازمه که در ابتدای تعریفی از دانش اقتصاد داشته باشیم دانش اقتصاد یکی از شاخه های علوم اجتماعی محسوب میشه و به جنبه مهم و ارزشمند ثروت در زندگی افراد و جامعه میپردازه چرا میگیم جنبه مهم و ارزشمند ثروت اگر بخوایم خانواده ها رو در نقاط دنیا با هم مقایسه بکنیم یکی از جنبه های مقایسه ما مقایسه اقتصادی هستش. بر چه اساس میاییم مقایسه اقتصادی انجام میدیم بر اساس متوسط درآمدی که دارن، ثروتی که دارن، داشته های اقتصادی که جمعوری کردن. یک مؤسسه تحقیقاتی از خانواده های مختلف در دنیا اومده مستنداتی جمع کرده ما در اینجا یک خانواده میانماری داریم متوسط درآمد ماهانشون 46 دلاره و در این تصویر محل زندگیشون رو پوششی که دارن و تعداد اعضای خانواده رو مشاهده میکنیم در مقابل یک خانواده آمریکایی رو داریم که متوسط درآمد ماهانشون 4446 دلاره و این پوشش و این خونه رو دارن چیزی که باعث میشه ما بتونیم اینها رو مقایسه بکنیم دانش اقتصاد هست و جنبه ای که مقایسه می کنیم دوتا خانواده رو جنبه ثروت هست و فاکتورهای اقتصادی مثل درآمد و سبک زندگی اینها رو با هم مورد بررسی و مطالعه قرار میدیم. بنابراین دانش اقتصاد از این منظر بسیار اهمیت داره که بدونیم سطح رفاه و سطح اقتصادی که افراد مختلف در جاهای مختلف دارن زندگی میکنن بر چه اساسی مطرح میشه و دسته بندی میشه. در یک دسته بندی کلی دانش اقتصاد به دو بخش اقتصاد خرد و اقتصاد کلان تقسیم میشه. ما در اقتصاد خرد به موضوعاتی از قبیل رفتارهای اقتصادی یک شهروند یا یک بنگاه تجاری میپردازیم. در مقابل در اقتصاد کلان موضوعات بزرگ اقتصاد یک کشور رو مورد بررسی قرار می اگر بخوایم به طور جزئی تر اقتصاد خرد رو تعریف بکنیم، اقتصاد خرد دانشیه که به بررسی رفتارهای اقتصادی یک شهروند، خانواده و یا بنگاه میپردازه. حالا میتونه این بررسی ما از منظر رفتار تولید کننده باشه، یعنی بگیم این تولید کننده خرد بر چه اساسی عوام تولید خودش رو برای تولید انتخاب میکنه یا میتونه از منظر بررسی مصرف کننده باشه بگیم یه مصرف کننده خرد حالا خانوار شهروند یک بنگاه تجاری مصرف خودش رو و سبد مصرف خودش رو بر چه اساسی تنظیم میکنه به بحث اقتصاد کلان که بپردازیم با تعریف اقتصاد کلان میتونیم دقت بیشتری در مباحث داشته باشیم اقتصاد کلان تحلیل و کنکاش متغیرهای اقتصادی در یک بخش صنعت شهر و کشور هستش به موضوعات بسیار مهمی میپردازه از جمله تورم که افزایش سطح عمومی قیمت است. خیلی از دولت ها کاهش تورم رو تا سطح خاصی مورد هدف اقتصاد کلان قرار میدن یکی از موضوعات مهم دیگه ای که در اقتصاد کلان مطرح هست بحث بیکاری هستش و دولت ها در اقتصاد کلان از اقتصاددان های خودشون از مسئولان اقتصادی خودشون میخوان که اهدافی رو برای کاهش بیکاری و رسیدن به یک سطح اشتغال مطلوب مورد بررسی و مطالعه قرار بدن. بحث دیگهی که از موضوعات اقتصاد کلان هستش درآمد ملی درآمد ملی جمعی از درآمد تک تک افراد بنگاههایی هستش که در طول یک سال در یک کشور ایجاد شده. محاسبه اون در اقتصاد کلان انجام میشه. اگر نسبت به سال قبل افزایش داشته باشه این میتونه یکی از معیارهای رشد اقتصادی در کشور باشه. موضوع بعدی ارتباط با کشورهای دیگه هستش که این ارتباط به شکل صادرات و واردات انجام میشه. موضوعات تورم، بیکاری، درآمد ملی، صادرات و واردات به اهداف اقتصاد کلان یا موضوعات مهم اقتصاد کلان هم مشهور هستند. زمانی که میخوایم فعالیت‌های اقتصادی رو در اقتصاد کلان مورد بررسی قرار بدیم، نگاه میکنیم این چرخه فعالیت ها بین چه گروه هایی جابجا میشه. ما در یک اقتصاد دوبخشی دو بخشی فقط دو کارگزار یا دو فعال اقتصادی داریم. گروه اول خانوار هستند، گروه دوم بنگاه ها هستند که اینها چرخه فعالیتی که با هم دارند به این ترتیب هستش که خانوار عوامل تولید بنگاه رو مهیا میکنه و بنگاه کالا و خدماتی رو که تولید کرده در خدمت خانوار قرار میده. یک مدل دو بخشی مدل بسیار ساده ای هستش که فقط دو, دو, کارگزار و فعال اقتصادی شامل خانوار و بنگاه در اون حضور دارند. در یک مدل اقتصاد سه بخشی علاوه بر خانوارها و بنگاه ها دولت هم حضور داره. خانوار که بود در اقتصاد دو بخشی بنگاه تجاری هم بود اما اینجا دولت هم اضافه میشه. حالا نقشی که داره به چه ترتیب هست میاد از کالا و خدماتی که در واقع نیاز داره از بنگاه تجاری تهیه میکنه که این میشه مخارجی که دولت در چرخه اقتصاد خواهد داشت در مقابل مالیات هم دریافت میکنه و سهمی از درآمد رو برای خودش ایجاد میکنه از محل ها به نیروهای کار و عوامل تولید که از گروه خانوار وارد این چرخه اقتصادی شدن حقوق و دستموز پرداخت میکنه اما اونها هم درصدی از حقوق و و مزایایی که داشتن به شکل مالیات به دولت برمیگردونن بنابراین در یک اقتصاد بخشی با حضور دولت چرخه فعالیت ها به این ترتیب خواهد بود اما در یک مدلی که جریان اقتصاد چهاربخشی میشه خانوار حضور داره بنگاه تجاری حضور داره کارگزار سوم یا فعال اقتصادی سوم دولت هستش فعال چهارم بخش خارجی اقتصاد هست که روابط رو شامل چهار بخش کرده دولت از بنگاه های تجاری مالیات دریافت میکنه بخش عوامل تولید که خانوار باشند دستمز پرداخت میکنه خانوارها با واردات و صادرات با بخش خارجی اقتصاد در مدل چهار بخشی ارتباط برقرار میکنند و این هم یک مدل چهاربخشی از اقتصاد هستش همونطور که گفتیم درآمد ملی یکی از موضوعات بسیار مهم اقتصاد کلان هست که محاسبه اون رو تحت عنوان بحثی به عنوان حسابداری درآمد ملی مطرح میکنم به سه روش ما میتونیم درآمد ملی کشور رو اندازه بگیریم روش اول که روش تولید هستش بر اساس جمع ارزش افزوده عوامل تولید این محاسبه انجام میشه در هر بخش از تولید گروه هایی هستند که ارزش افزوده ای روی کالا و خدمات قرار دادن اگر این ارزش افزوده ها رو در کل بخش های تولید در یک کشور در طول یک سال جمع بزنیم متونستیم که درآمد ملی کشور رو محاسبه بکنیم در روش دوم که روش درآمد نام داره میایم میگیم که چقدر درآمد ایجاد شده بخش های مختلف اقتصاد بنگاه خانوار دولت درآمدهاشون رو جمع میزنیم و به این ترتیب درآمد ملی کشور رو در طول یک سال محاسبه کردیم در روش سوم که روش مخارج نام داره بر اساس جمع کل مخارجی که داشتن چون اون اینه تا زمانی که درآمدی نداشته باشن خب مخارجی هم نداشتن بنابراین میایم مخارج این گروه ها رو با هم جمع میزنیم از یک فرمولی استفاده میکنیم عبارت وای برابر است با c به اضافه i به اضافه g به اضافه x منهای m در این فرمول حرف وای بیانگر درآمد ملی هستش حرف g بیانگر مخارج دولت هست مخفف کلمه government حرف c مخارج و مصرف عموم مردم هستش حرف x صادرات هست و حرف آی سرمایه گذاری محسوب میشه. ام واردات هستش و ایکس های M اصطلاحا تراز تجاری یا خالص صادرات گفته میشه. بنابراین حسابداری درآمد ملی به روش مخارج برابر است با C به اضافه I به اضافه G به اضافه X منهای M مخارجی که مردم انجام دادن سرمایه گذاری یا مخارجی که بنگاه ها انجام دادن G یا مخارجی که دولت انجام داده و مخارج بخش خارجی که میشه تراز تجاری ما تفاوت صادرات و واردات شاخص قیمت در اقتصاد کلان یکی از موضوعاتی هستش که همیشه مطرح میشه ما اگر بخوایم به شکل فرمولی این شاخص رو تعریف بکنیم اینطور تعریف میکنیم که آیم یک سال پایه‌ای رو در نظر میگیریم میانگین وزنی قیمت های سال جاریمون رو اگر تقسیم بر اون سال پایه بکنیم و معمولا برای اینکه که میخواییم درصد بگیریم زب درصد انجام بدیم ما اومدیم شاخص قیمت رو بررسی کردیم خب شاخص قیمت یکی از کاربرداش این هستش که نرخ تورم رو به وسط اون محاسبه میکنن زمانی که این تقسیم بر سال پایه انجام شد نشون میده که چند درصد نسبت به سال پایه تورم در قیمت ها ایجاد شده. کاربرد دوم شاخص قیمت واقعی کردن متغیرهای اسمی هستش به خاطر اینکه ممکنه از نظر اسمی شما ببینید که درآمدی زیاد شده یا یک قیمتی زیاد شده اما اگر بخواید واقعی ملموس باشه از نظر اقتصادی اون رو بسنجید باید اون متغیر اسمی رو تقسیم بر شاخص قیمت بکنید و حاصل رو ضرب در صد بکنید و اون متغیر واقعی بشه و برای شما ملموس بشه که رشد به چه ترتیب بوده. در اقتصاد کلان بازارها به چند دسته تقسیم میشن از جمله بازار کالا و خدمات بازاری که در اون کالا و خدمات عرضه میشه و مورد تقاضا قرار میگیره ما برای رسم نمودار تقاضا محور عمودی که نشون سطح قیمتها ها است رو رسم میکنیم و محور افقی که نشون محصول کل هست رو میکشیم توجه داریم که تقاضای کل که با ایدی یا Agreement دیمن نشون داده میشه یک تابه با شیب نزولی هستش به عنوان مثال یک نقطه از این تابه رو اگر بخوایم نشون بدیم در سطح قیمت های پی یک به اندازه با یک محصول کل مورد تقاضا قرار میگیره در مقابل نمودار عرضه کل رو به همین شکل در محور عمودی که سطح قیمت ها باشه و محور افقی که محصول کل عرضه شده رو به ما نشون میده این بار با شیب سعودی در واقع رسم میشه به این معنا که هر چقدر که قیمت ها سطحشون بالاتر میره تولید کننده ها حاضرن که مقدار کالای بیشتری رو به صورت کل عرضه بکنن در اقتصاد کلان یه نقطه رو اگر بخوایم نشون بدیم نقطه سطح قیمت های پی یک اندازه وای یک محصول تولیدی مورد ارزه قرار میگیره در نمودار AS یا agreement supply که مشخصه نمودار ارزه کل هستش در بازار کالا و خدمات زمانی تعادل شکل میگیره که agreement demand با agreement supply برابر بشه یعنی درآمد ملی یا مخارج کل برابر تولید ملی یا کل ارزه کالا و خدمات بشه ما همونطوری که گفتیم اگریمنت دیمند یا AD رو با شیب نزولی رسم میکنیم اگریمنت ساپلای یا ای رو با شیب سعودی رسم میکنیم نقطه ای که این دو برابر میشن محلی هستش که ما به عنوان نقطه تعادل میشناسیم در نقطه پیستار که سطح قیمت های ما رو در این محدوده نشون میده ما تولیدمون به اندازه وای هست که همون قدری که عرضه کل داریم همون هم کالا و خدمات مورد تقاضا قرار میگیره توجه داریم که در نقاط بالاتر این سطح قیمت ها مثلا در این محدوده ببینید در اینجا محصولی که مورد تقاضا قرار میگیره بسیار کمتر هست به عنوان مثال خط فرضی رو لحاظ بکنید که اینجا وای صفر باشه در این سطح قیمت اما در همین سطح قیمتی وقتی به این نمودار بریم و توجه کنیم در این محدوده همینو متناظر خط فرضی در نظر بگیریم کالای بسیار زیادی داره تولید میشه اما در این سطح قیمتی اینقدر متقاضی نداره خط فرضی که در اینجا کشیده شد در مقابل این سطح قیمت ها یک گپی ایجاد میکنه یک شکاف ایجاد میکنه بین تقاضا و عرضه که این مازاد ارزه گفته میشه به خاطر اینکه در این سطح قیمتها کالای کمتری مورد تقاضا قرار گرفته در موقع تولید کننده دوست داره که تو این سطح قیمتها کالا و خدمات بیشتری رو عرضه بکنه این گپ و شکاف باید اونقدر کم بشه تا در یک نقطه تعادلی هر دو با هم برابر بشه موضوعات اساسی اقتصاد کلان عنوان بحثی هستش که در این درس قصد داریم مرور کنیم اولین بحثی که بهش میپردازیم سیاست های مالی هستش منظورمون از سیاست های مالی هر تغییری هستش که در مالیات و مخارج دولت بیفته مالیات که با عبارت تکس و حرف تی نمایش داده میشه و مخارج دولت یا بودجه دولت که با حرف جی یا Government نمایش داده میشه دو تا آیتمی هستن که تغییرات اونها رو ما تحت عنوان سیاست های مالی میشناسیم اما سیاست های مالی دو دسته کلی تقسیم میشن یا سیاست مالی میتونه انبساطی باشه یعنی سبب بشه که یک تقاضای کل شارژ بشه افزایشی درش اتفاق بیفته که در دوره رکود این نوع سیاست معمولا به کار گرفته میشه مثل کاهش مالیات یا افزایش بودجه دولت وقتی مالیات ها درصدش یا مقدارش کاهش پیدا میکنه در واقع یه شوک مثبت به وضعیت حجم پول در بازار داده شده و تقاضای کل به سمت جلو تغییر میکنه یا اینکه بودجه دولت افزایش پیدا بکنه این هم میتونه پول رو وارد بازاری بکنه که دچار رکود شده دسته دوم سیاست های مالی سیاست های مالی انقبازی هست که باعث کاهش تقاضای کل میشه در دوره‌ای که رونق بسیار زیاده و عملیاتی مثل عملیات سفته بازی مشاهده میشه سیاست های مالی انقبازی در پیش گرفته میشه مثالش افزایش مالیات هست یا کاهش بودجه دولت یکی دیگه از موضوعات مهمی که در مباحث اقتصاد کلان میخوایم مرور بکنیم منحنی آیاس ای هست منحنی آیاس ای مکان هندسی تمام ترکیباتی هستش که روی نمودار نرخ بهره و درآمد اگر این نمودار اون باشه خط افقی درآمد هست و خط عمودی نرخ بهره هست که در واقع بازار کالا تو این حد فاصله آی که متعادل میشه در مقابل منحنی LM مکانندسی تمام ترکیبات همین نرخ بهره و درآمد هست که بازار پول رو متعادل میکنه و طبیعتا نقطه ای که اینها به هم میرسن نقطه تعادل منحنی آی اس هست از این نمودار تابع تقاضای کل هم استخراج میشه خب ما در این اسلاید استخراج تقاضای کل رو با هم مرور میکنیم که مشاهده میکنید که تابع ISLM قرار داره از رو همون در نقاط متناظر یک تابع تقاضای کل با شیب نزولی در واقع ایجاد میشه تابع تقاضای کل شیبش نزولی هستش هر چقدر که قیمت پایینتر میاد محصول بیشتری مورد تقاضا قرار میگیره عواملی که موثره بر انتقال منحنی تقاضای کل یکی تغییرات مخارج دولت هست همون بودجه دولت اگر تغییر بکنه میتونه تابع تقاضای کل رو به سمت راست یا چپ شیفت بده همچنین تغییر مالیات هم با توجه به اینکه حالا انبساطی باشه یا انقباضی باشه میتونه این تابع رو تابع تقاضای کل رو به سمت راست یا چپ شیفت بده دومین عاملی که تاثیرگذار روی منحنی تقاضای کل سرمایه های مستقل هست و همچنین سیاست های پولی سیاست های مالی رو ما در اسلایدهای های قبل بررسی کردیم در واقع دلیل دیگه ای که میتونه تابع تازه کل رو جابجا بکنه سیاست های پولی هستش همونطوری که تابع تازه کل رو با هم دیدیم در مقابل ما تابع عرضه کل رو هم داریم که یک تابع با شیب مثبت هستش تابع عرضه کل هر چقدر که قیمت و سطح قیمت ها بالا میره در اقتصاد کلان خب محصول بیشتری هم تولید میشه و در معرض عرضه قرار میگیره از جمله دلایلی که میتونه این نمودار رو هم تغییر بده و جابجا بکنه تغییر در انتظارات تورمی هستش و تغییرات مستقلی که در قیمت های انرژی و مواد خام میتونه اتفاق بیفته ممکنه که این نمودار رو اگر قیمت ها به سمت پایین باشه این نمودار رو به سمت پایین یا راست خودش شیفت بده و اگر برعکس باشه این نمودار رو میتونه به سمت تولید بیشتر شیفت بده در این درس قصد داریم که به مرور تاریخی نظریه های اقتصاد کلان بپردازیم افرادی رو معرفی کنیم که برای دانش اقتصاد کلان بسیار اهمیت داشتن نفر اول آقای دیوید هیوم هست بین سالهای 1711 تا 1776 این فیلسوف اسکاتلندی زندگی میکرده علاوه بر اینکه که کتابدار و مورخ بوده اقتصاددان برجسته هم در دوره خودش بوده و به همراه هم خودش مثل آقای جان لاک اولین بار نظریه مقداری پول رو مطرح کرده که بیان میکنه افزایش مقدار پول تحت شرایط خاصی میتونه موجب افزایش فعالیت اقتصادی بشه این نیست که همیشه وقتی مقدار پول زیاد بشه فعالیت اقتصادی هم رونق پیدا کنه به نوعی داره به تفاوت بین متغیرهای اسمی و واقعی اشاره میکنه که این دو متغیر میتونن مستقل از یکدیگه باشن در زمان خودش بسیار حرف ارزشمند و پیشروی بوده که ایشون مطرح کرده نفر بعد آقای جانباتی سی هست که قانونی رو مطرح میکنه که تحت عنوان قانون سی شناخته میشه این اقتصاددان فرانسوی بعضیا میگن که سی نام فامیل ایشون هست بعضیا میگن اسم قانونی که گذاشته یعنی قانون بگو فقط بگو که عرضه زیاد بشه تا تقاضا هم پیدا بشه ایشون بین سال 1767 تا 1832 زندگی میکرده و قانون معروف خودش رو تحت این عنوان که عرضه تقاضای خودش رو به وجود می آورد. یعنی معادل ارزش تولیدات بنگاه ها درآمد برای صاحبان عوامل تولید ایجاد میشه و به تبع برای کالاهای ایجاد شده تقاضا به وجود میاد خیلی هستن که میگن شما عرضه بکنید مشتری پیدا میشه این اولین بار توسط آقای ژان باتیسته اقتصاددان فرانسوی مطرح شد. نفر بعدی آقای دیوید ریکاردو هست، اقتصاددان اهل بریتانیا در بین سال 1772 تا 1823 زندگی می کرد ایشون و رابطه مقداری پول رو برای اولین بار مطرح کرد تحت عنوان اینکه کا میتونه برابر باشه با پی در تی و ایشون اعتقادش به اشتغال کامل هست و میگه که تمام عوامل تولید به کار گمارده شده و همواره تولید با اشتغال کامل همراهه تغییرات حجم پول فقط منجر به تغییرات قیمت میشه و بر روی تولید و حجم مبادلات بی اثره و به نوعی اینجا پول رو بی اثر میدونه و به خونسای پول هم آقای ریکاردو اشاره میکنه نفر بعد آقای جان استوارت میل هست بین سال 1806 تا 1877 ایشون زندگی میکرد فیلسوف اهل بریتانیا اومد گفت علاوه بر رابطه مقداری پول آیتم سرعت گردش پول هم روی تورم و سطح عمومی قیمت ها میتونه اثرگذار باشه بنابراین وی رو به فرمول اضافه کرد M در V برابر با P در T همونطور که عرض کردم فقط حجم پول تعیین کننده سطح عمومی قیمت ها نخواهد بود بلکه سرعت گردش پول نیز تأثیر قابل توجهی بر سطح عمومی قیمت ها میتونه داشته باشه و میرسیم با آقای جان مینارد کینز بین سالهای 1883 تا 1946 ایشون زندگی میکرد اقتصاددان اهل انگلیس به نوعی میتونیم بگیم با کتابی که در بحران بین سال 1928 تا 1930 منتشر کرد یک نظمی به دانش اقتصاد کلان داد و مواردی که در اقتصاد کلان باید مطرح می شد رو شاید برای اولین بار ایشون بود که در قالب کتابش اوورد و حالا رابطه بسیار زیادی هم به اقتصاد کلان اضافه کرده از جمله در مورد عرضه پول که اون رو تابعی از درآمد میدونه و ام رو برابر کا وای مطرح کرد ایشون مطرح میکنه که اشتغال تولید ناشی از تقاضای کل میزان مصرف و سرمایه گذاری هستش از اونجا که خب مصرف پایداره بیشتر نوسانات تقاضای کل ناشی از سرمایه گذاریه که توسط عوامل بسیاری از جمله انتظارات میل حیوانی و نرخ بهره هدایت می شود. آقای جان میلان کینز برای اقتصاد کلان و این دانش بسیار زحمت کشید مطالعه کرد و همه کسانی که اقتصاد کلان رو با این شکل و فرم می بینن باید بدونن که سرمنشای این مباحث کتابی بوده که ایشون چیزی حدود 100 سال پیش منتشر کرده. و بعد از آقای جامینات کینز آقای میلتون فریدمن هستش که اقتصاددان آمریکایی قرن بیستم بین سال 1912 تا 2006 ایشون زندگی میکرده و جایزه نوبل رو هم برنده شده ایشون یکی از بانی های مکتب پولگرایی هست مکتب پولگرایی پول رو یک کالای مصرفی نمیدونه بلکه نوعی دارایی مطرح میکنه بنابراین تقاضا برای پول رو باید به صورت تقاضا برای یک نوع دارایی تلقی بکنیم نه اینکه بگیم که خب پس پول فقط صرفا یک کالای مصرفیه و وقتی یه دارایی تلقی بکنیم به نوعی داره نظریه روچان دارایی رو ایشون مطرح میکنه خب این هم از آقای فریدمن که جمع نفراتی که در اقتصاد کلان نظریه های پیش رو داشتن رو تکمیل میکنه در این درس به مصرف میخوایم بپردازیم و نظریه های مصرف این که اصلا مصرف چیه نظریه های مصرف دنبال چی هستن و آقای کینز نظریه مصرفش رو برچه اساسی مطرح میکنه مصرف برابر است با خرید کالا و خدماتی که توسط خانوارها انجام میشه توجه داریم که مصرف ملی برابر است با کل مصارف یک جامعه و یک کشور در طول یک دوره نظری های مصرف دنبال این هستن که رابطه بین عوامل مؤثر بر مصرف رو با مصرف نشون بدن مثلا یکی از عامل هایی که مؤثر هست بر مصرف درآمد هست میخوان نشون بدن که درآمد با مصرف چه رابطه ای داره و اون فرمول و رابطه رو در قالب یک نظریه مطرح میکنن به عنوان اولین نظریه مصرف آقای کینز اقتصاددان قرن بیستم اومد نظریه خودش رو که به عنوان نظریه درآمد مطلق هم شناخته میشه مطرح کرد و گفتش که مصرف هر خانواده تابعی از درآمد اون خانواده است بنابراین مصرف کلی یک جامعه یا مصرف ملی یک جامعه هم تابعی از درآمد ملی همون جامعه است رابطه خودش رو به این شکل مطرح کرد که سی برابر است با A به اضافه B Y T در اینجا B بی عددی بین صفر و یکه و A همیشه مثبت هستش و بزرگتر از صفره. بیان ساده این فرمول به این ترتیبه که آقای کنز میگه مصرف هر دوره برابر است با یه مقدار ثابتی که مستقل از در آمده. در حالتی که حداقل معیشت وجود داره این مصرف حداقلی A هم وجود داره. به اضافه یه بخش وابسته به درآمد بی وای تی درصدی که از درآمد همیشه تاثیر میذاره در مصرف این بی که به عنوان ضریب تاثیرگذار در مصرف هستش میل نهایی به مصرف هم گفته میشه در خیلی از فرمول ها با عبارت MPC هم نشون داده میشه میل نهایی به مصرف اما نمودار این عبارت رو ببینیم در بخش محور عمودی ما سی یا مخارج مصرفی رو داریم که گفتیم مخارج مصرفی کشور میشه مصرف ملی اون کشور در بخش محور افقیمون درآمد رو داریم که کل درآمد اون کشور مد نظرمونه و درآمد ملی مد نظرمون هستش ارز از مبدع ما که با حرف عینشون نشون داده میشه مقداری هستش که گفتیم مستقل از درآمد حتی اگر درآمد صفر باشه مصرف ما برابر با A خواهد بود مصرفی که در حالت حداقل معیشت خواهیم داشت به اضافه تابعی که از ذریب B تشکیل شده بنابراین تابع مصرف ما CT برابر با A به اضافه BYT به این شکل میشه که زاویه هم که میسازه تانژانت منهای یک B هستش خب همونطور که گفتیم مصرف تابعی از درآمده بخشی از درآمد که مصرف نشه پسنداز شده بنابراین تابع پسنداز از تابع مصرف استخراج میشه به این ترتیب که ما اگر درآمدی که به دست میاریم رو بگیم یه بخشیش مصرف میشه یه بخشیش اس یا پسنداز میشه سیوینگ انجام میشه اسم ما برابر میشه با درآمدمون منهای اون مصرفی که انجام شده که به این فرمول میرسیم دقیقا همون ای که داشتیم اینجا منفی میشه متناظر با اون به اضافه یک که منهای بی وای پس پسنداز ما هم تابعی از در واقع مصرف شد نمودار عمودیمون پسنداز رو نشون میده نمودار افقیمون درآمد رو نشون میده و تابع ما به این شکل میشه ارز از مبدع ما از محدوده منفی آ شروع میشه و افزایش پیدا میکنه اینم فرمول تابع پسنداز ما هست که S برابر است با منهای آ به اضافه یک منهای B Y چند نکته راجع به تابع مصرف و پسندازی که آقای کینز مطرح کرد وجود داره نکته اول این هستش که توابع مصرف و پسنداز آقای کینز توابع عدم تناسبی هستند یعنی زمانی که نسبت سی وای و اس وای رو اندازه میگیریم تو سطوح مختلف درآمدی اینا ثابت نیستن ممکن توی سطحی یه درصدی از درآمد پسنداز بشه توی سطح دیگه یه درصد دیگه ای اینجوری که همیشه با افزایش درآمد این نسبت ها ثابت باشن اما انتقاداتی هم به نظریه مصرف آقای کینز وجود داره اولین نکته‌ای که در مورد نظریه آقای کنز وجود داره اینه که تابع آقای کنز برای بلند مدت مساق نداره یعنی در بلند مدت این تابع خیلی به این شکل نیستش که نشون داده شده با یه عرض از مبدعی و به این شکل جلو بره نکته دوم این هستش که تابع مصرف آقای کینز مصرف رو به صورت کلی کم پیش بینی میکنه و اون مقدار واقعی معمولا بالاتر از اون چیزی هستش که این تابه به دست میاره و نکته سوم هستش که آقای کنز پیش بینی کرده بود که با توجه به این مصرفی که اتفاق میفته بنابراین ما بعد از جنگ یک رکود بسیار زیادی رو تجربه خواهیم کرد اما اتفاقی که افتاد این بود که بعد از جنگ این تزه رکود هم اتفاق نیفتاد و این فرمول و تابه ایشون مورد اعتقاد از این منظرها قرار گرفت. بعد از اینکه آقای کینز نظریه اعلام کرد، نظرات مصرف بسیار زیاد بود و توابع زیادی از مصرف ارائه شد که این توابع با الگوگیری از تابع مصرف آقای کینز چند تا ویژگی متفاوت داشتند. اول اینکه مصرف رو به عنوان یک برنامه بلند مدت در نظر گرفتند. نه آقای کینز در یک تابه ساده خطی کوتاه مدت دومین موردی که بود و برطرف شد نسبت به آقای کینز این بود که معمولا افراد در تعیین مقدار مصرفشون طول دوره عمر خودشون رو هم در نظر میگیرن اینجوری نیستش که نسبت به طول عمرشون بی اهمیت باشن و یه الگوی مصرف ثابتی رو پشت سر بذارن و مورد بعدی این بود که ثروت هم به عنوان یکی از هایی هستش که نقش اساسی در مقدار مصرف داره که در تابع آقای کنز وجود نداشت و دیده نشد و نکته چهارم این که در بلند مدت مصرف از مبدع عبور میکنه ولی در تابع مصرف آقای کنز به این ترتیب بود که یه عرض از مبدعی وجود داشت که همیشه از بالاتر از نقطه صفر شروع میشد که این صحیح نبود در این دست قصد داریم که به الگوی بین دوره‌ای بپردازیم الگوی بین دوره‌ای که به نظریه فیشر هم مشهور هست از اینجا نشأت گرفته که اعتقاد داره که مطلوبیت تابعی از مصرف هستش و بیان میکنه که مطلوبیت دوران زندگی که با یو مخفف یوتیلیتی نمایش داده میشه تابعی از مصرف حقیقی هر فرد در تمام طول عمر اون فرد تا زمان تی هستش بنابراین میتونیم یه همچین تابعی بنویسیم و بگیم که UTT دوران زندگیش برابر با U C تا CT و تا CT بزرگ که پایان عمرش باشه خب در نتیجه میاد ارزش فعلی کل مصارف فرد در طول زندگی رو محاسبه میکنه و میگه این ارزش فعلیه که اگر بخواد کل دوران زندگیش رو مصرفش رو به ارزش فعلی بیاره برابر با ارزش فعلی کل درآمدهایی که فرد در طول عمر خودش کسب میکنه واضحه دیگه چون پیشفرزش رو به این ترتیب قرار داده که مطلوبیتش از مصرفش ایجاد میشه بنابراین اون مصارفش رو وقتی میخواد ارزش فعلیش رو محاسبه کنه میگه چون مصرف رو تابعی از درآمد فرد هست انگار که ما تمام درآمدهای اون فرد رو ارزش فعلیش رو محاسبه بکنیم به این ترتیب یه همچین تابعی رو تعریف میکنه زیگما صرف تا تی سی تی تقسیم بر به اضافه آر به توان برابر میشه با زیگما صرف تا وای تی تقسیم بر یک به اضافه آر سمت چپ در واقع ارزش فعلی کل مصرفش در طول زندگیشه سمت راست ارزش فعلی کل درآمدهایی که فرد در طول عمرش به دست میاره و به این ترتیب حالا میریم که مطلوبیتش رو هم محاسبه بکنیم و ببینیم به چه ترتیب خواهد بود حالا در یک مورد ساده شده که ما مورد دو دوره‌ای مصرف رو در نظر میگیریم یه دوره ای که دوره سفرمونه و میخوایم ببینیم که محور افقی نشون میده که بودجه و درآمد ما چند دلار هستش و یه امکانات دیگه ای که ما داریم در دوره یک هست که اون هم میخوایم ببینیم که دلار و درآمدی که خواهیم داشت به چه ترتیب خواهد بود برای ما اگه بخوایم یه خط درآمدی داشته باشیم بین دو نقطه در دوره یکمون هیچ مصرفی نداشته باشیم در دوره یکمون که دوره بعدی هستش هیچ مصرفی نداشته باشیم همه مصارفمون رو که بر اساس در واقع درآمدمون هست در انتهای دوره صفر انجام بدیم درآمدمون برابر خواهد بود با وای صفر به اضافه وای یک تقسیم بر یک به اضافه آر از طرفی در طرف دیگه محفرمون اگر کل درآمدمون رو بخوایم در دوره یک مصرف بکنیم درآمدمون برابر خواهد بود با وای یک به اضافه یک به اضافه آر در وای صفر در واقع ارزش بروز شده ی درآمد دوره ی صفرمون به اضافه درآمد دوره اوله بین این دوتا هم کلی امکانات دیگه ای داریم که خط امکانات ما رو تشکیل میده یعنی میتونیم یه نسبتی از این درآمدمون رو در دوره فعلی و یه نسبت دیگه ای رو در دوره یکم استفاده بکنیم و این ترکیب ترید آف رو به ما خواهد داد که در واقع شیب این خط برابر میشه با منهای یکی به اضافه آر یه نقطه فرضی رو اگر در نظر بگیریم در نقطه A ما وای سفر دلار درآمد دوره سفرمونه و و یک دلار درآمد دوره یکمون هستش که طبق نظریه که مصرف رو بر اساس درآمد به روزستانی میکنه ارزش فعلیش رو محاسبه میکنه سی اسف به اضافه سی یک تقسیم بر یک به اضافه آر برابر با درآمد همون دوره به اضافه درآمد دوره یکم تقسیم بر یک, یک به اضافه آر دقیقا به جای مصرف ها درآمد همون دوره ها رو گذاشته که خب حالا ما یه اس 0 هم داریم برابر با درآمد منهای مصرف یعنی بخشی از درآمد که خرج نشده میشه پسنداز ما یا پول قرض داده شده در دوره صفرمون که اس 1 ما هم به همین ترتیب محاسبه میشه پسنداز دوره اول ما میشه منهای یک به اضافه آر در اس 0 یا درآمد دوره اول منهای بخشی که مصرف کردیم و مخارجمون بوده اون چیزی که باقی میمونه میشه پسنداز دوره یکم درباره نظریه دو دوره مصرف صحبت میکنیم عبارت ها رو به این ترتیب روی هم اگر قرار بدیم اس که مخفف سیوینگ یا پسنداز هست اس یک پسنداز دوره یکم روی اس 0 پس انداز دوره 0 رو برابر میشه با از های اسلاید قبل منفی از اس 0 فاکتور گرفته 1 به اضافه R تقسیم بره اس 0 برابر با وای 1 منهای سی 1 وای 0 منهای سی صفر. گفتیم که s 1 که پسانداز هست برابر است با درآمد منهای مخارج یعنی اون بخشی از درآمدمون که در دوره یکم مصرف نکردیم و اس 0 برابر است با وای صفر منهای سی درامد درآمد دوره 0 منهای مصرف دوره 0 اون بخشی از درآمد که در دوره 0 مصرف نشده حالا اگر کل معادله رو در عبارت وای 0 منهای سی ضرب بکنیم اس 0 حذف میشه در نتیجه این عبارت تشکیل میشه که وای یک منهای سی یعنی درآمد دوره اولمون منهای مصارف دوره اولمون برابر میشه با منهای 1 به اضافه r در وای 0 منهای سی صفر.